خسته شدی؟ زبانی میشینه. خب بخوای استراحت کن. آره برو رو تخت ببین. ما رو ببین. گوش بده ببین چی بهت میگم. اون لبه اون ور لشکنی اصلا تو ویدیو نمیافتی. برو خودو لش کن. صبح چرا مایسو؟ برو. دو دقیقش؟ خب پس بی خود کرد. میتونی اونم ببری با خودت. به استراحت کن دیگه بابا. استراحت کن بخورش. برو ببینم. نه نیستی تو تصدیم. برو. آره اوکی. آره قشنگ برو تو بالا تکیه بده دی. ردیفه؟ آره. درود. من پدرا میتو هستم. من سوگل هستم و خوش اومدید برو کانال پدرا میتو. من تونی. قبلا هم ازش ریاکشن رفتیم. مدیه ترک دیگه ازش بریم اسم قول میدم. کاوراش خیلی باله. کاوراش عالیه خدا وکیلی. و توی دیسکریپشن هم لینک ساوند کلاد و نیسا و همه چیز زندگی نامش توی دیسکریپشن هست. من پیج اینستاگرامش هم فالو داشته باشید. بریم ترکو داشته باشیم. بریم. Let's go. این صدای دیمی یه چیزی میگفت و گفتی بچه من اینجوری میترسم پدرام OCD داره. OCD بود دیگه مریضه چی بود. بعد اختلال چیزه وسواس فکری داره. مثلا همه چی باید صاف باشه. مثلا تو کادر میشینیم دهن من سرویس میکنه که مثلا تو اونجا باید باشی من باید اینجا باشم. عمد خرم اعصابشو خورد کنم. در روانی میشه الان. آرتیست مانتونی، میکس و مستر آوان، گوش بده. منیجرم حسین شفقت. زندگی همین هر لحظه‌اش چه جوره خوب و بد. ولی صداش خوبه. کلفته. صداش خیلی بد. لحظه‌اش چه جوره. ببین زندگی همین هر لحظه‌اش چجوره خوب و بد و بلش بگو مزه‌اش چجوره. این سیگارای لعنتی دود میشن نخ به نخ. سوگل تو کونه منی سوگل. بذار موزیک رو گوش بدیم بدیم. نفهمیدم بگو مزه‌اش چجوره. این سیگارای لعنتی دود میشن نخ به نخ. بگو کجاش فیکس میشده نقش من. یکی بیاد کجاش یکی میاد جوه. بگو کجا فیکس میشد نقش من. یعنی من تو زندگی دارم زهر میزنم. یه ببین تو زندگیت من چه نقشی دارم ازگل. آها فیکس باشم. سیگارم گفت یه نقش سیگار میشیم. خیلی معتادی. من ترک کردم این کون بکون. بنداز اتا یه چاله نورو؟ آره یعنی چی؟ اتا یه چاله نور شد کماسم بی رای دورو بنداز بسم اتا یه چاله نورو نفهمیدم. من نفهمیدم. این شکلی شده عشقی نمیفهمته. تیشکی محل نمیذاره و نمیشنوته. چرا چرا این لحظه ها نمیگذرن. این صدا همون صده صدای بابا. آره پشت دره دیگه در رو نمیزنن. من آرامش میخوام یا آرامش ابدی. باشن اونایی که وزه شدن از قدیم خوردن خیلی و حق ما رو میگه یا آرامش ابدی میخوام. یا آرامش بخوام آرامش ابدی. آره نه من واقعا بچه خیلی ها مثلا وقتی به خودکشی فکر میکنید و این داستان ها چیکار باید بکرد؟ میگم دیگه ببین آخه معمولا خب ببین اگه آدمی نباشه یا مثلا کسی نره رو مخه تو خیلی میدونی یعنی به خاطر شرایط جامعه هم هست. به نظرم وقتی به فکر خودکشی میفتی باید از آدمای خود فاصله بگیری بری تو طبیعت. دقت کنی هر سری میری تو طبیعت خیلی حالت خوب میشه. اون روحت انگار شهوت هم زیادتر میشه. خدا وکی به خدا جدی میگم هر وقت رفتیم طبیعت اومدیم راست میگم. مثلا وقتی آدم میره تو این فاز باید بره تو طبیعت تو جنگل مخصوصا بری تو جنگل مدیت کنی بخورده وای اوکی میشه. خیلی میفهمی. خیلی خدا وقتی دیدن اکشن ما رو
گر چیو دیدن؟ خیلی و عقل ما رو خوب کردن وقتی دیدن عکت ما رو گر عکت ما رو عکت ما رو کنم این مسیر رو صاف بیچینم کج میکنم اگه جلو رام بیچیدن قط کن پای هرچی اضافه است تلس کلیم و فکر به ادامه است. یادم کار قبلیش هم گیتار محور، یعنی بیتش آرپژیاتور بود، یه گیتار بود و این خوبه. گیتار دوست من گیتاریست گیتار دوست مواد هم دوست. ببینم اینم حتی اگه بد باشه الان حتی تو جیبام کم باشه برام به جا خند خط صاف باشه لبم عمرن بشه که من از پادرام پس به جا خنده خط صاف باشه لبم صفم همه چی و همه دردام چون من خود خود فردام آره خود خود فردام این خانومه همون خانومه هست که خیلی صداش رو دوست داشتم. منو خسته کردن آدمو میخوام نرسم به باورم ولی من میرسم به همش آقامو میگیرم ازش. نمیدونم چرا وقتی یه همش رو میشنوم مثلا میگه میگیرم ازش دست میزنم به من ببین ممه بهترین چیز در دنیاست، یعنی با ممه دیگه حساب کن دیگه، ما وقتی بچه این چی میخوریم؟ ممه، یعنی حیات ما آدم ها چه دختر چه پسر هم ممه است، اینقدر چیز مهمیه ممه. ممه دوست دارم، همه دوست دارم، لزمیان دوست دارم، پسر رو دوست دارم، نوزاد دوست دارم. خب دیگه میبینی چه چیزه و هر باریه قدرشو نمیدونی داراییاتونو قدرشو بدونید بعد بدید ما پسرا بخوریم براتون. ترام برو سن همش آقامو میگیرم ازش منو خسته کردن آدما میخوان نرسم به باورو ولی من میرسم به همش دست میزنم به ممش. دیدی خیلی نقامو میگیرم ازش دستمو میزنم به ممش خیلی بهتر آهنگ میترکید اگه اینجوری مینوشت. به خدا آهنگ میترکید. حقمو میگیرم ازش دستمو میذارم رو ممش خیلی باحال بود. هر چند تیره باید بشه چون یه رو نفسم میره رنگ عوض میکنن این آدمو هر روز سنگ میندازن جلو باور و منوز با تو غریبم باوراشون بو میده یکی حرف مفت تو مخشون کوبیده اینو مفبرم فرصت بدی خوردی چک گشتن میکنن گوشه تو بیشک تو کمی گشتن این ورسش ورس اولش صد پله بهتر بود. ببینم بعضی وقتا تنهایی یقه چه چپت کنن و چه بزنن تقه بهش که اعتماد نکن تا خوبی ندیدی و به خواب نرو که بگی کوری پریدی قوی شو به خواب نرو که نفهمم کوری پریدی کارش قشنگه. آره ولی کار قبلیش من باز بیشتر بودم. نه من این ترک خیلی بیشتر رو ساشتم. منم همینو میگم این ترکش رو قبلی کن تا خوبی ندیدی و به خواب نرو که بگی کوری پریدی قوی شو بهتر شو تو مسیره هیچ حرفی نذار تحت تاثیره درست تو خودت تیو و خودت میزنی. آها اینش قشنگه میگن هیچ حرفی نذار بذار مثلا تاثیر رود بذار صحبت ها. خب اسرائیل انگشت کرد معرف کن. یه کتابی هست به اسم چهار میثاق. اون کتاب رو حتما 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 بخونید. خیلی هم کوتاهه. کتاب خیلی قطر کمه. خیلی آره. خیلی دو تمام نیم ساعت 40 دقیقه. چهار تا چیز داره. یکیش همینه. میگه اصلا حرف آدمو نذارید روتون تاثیر بذاره. چه تعریفشون چه اینکه مثلا میان بهتون حرف بدی میزنن و حرف ناراحت کننده است واسهتون. اگه حرف خوب مثلا میتونید خوشحال نشید مثلا به خودتون قره نشید. آره. حرف بعدی هم که بهتون میزنن خیلی به تخمتون نیست. این راهشه واقعا که یکی از میثاقاست. توی چیز توی مثلا اگه فضای مجازی هستی که فعالیت میکنن میدونن که چقدر کامنت منفی آدمو روح آدمو اصلا داغون میکنه. این کتاب چهار میثاقو بگیریم دوباره بخونیم. آره واقعا یعنی ارزش داره 5 بار 6 بار بخونیم. آره چون کتاب سبکی هم هست. فکت سر اشتباهت به خودت میزنی چک آره بد شدن خیلی یا سنگ شدن دل و نقش بازی میکنن و ماسک میکشن سلا فقط فکر اینه کی میدنه نگاهش میکنن و بعدش یه دل سیر نگاه. خیلی خوب بود. فلاش با بود. فلاش خوب بود. من خسته کردن آدم ها میخوان نرسم به باورم ولی من میرسم به همش آقامو میگیرم ازش منو خسته کردن آدم
نفر دیگه دیوار... این حقمو میگیرم ازش، شاید دست یه جوری باشه انگار میخواد ممش رو بگیره ولی میگیرم ازش. به چینن جلوم از سکان به خودم من این دفر و دیوار به چینن جلوم ازش میپرم و دیگر سازی بزنن و نمیرخسن و این سری بگم به امناز شستم این لحظه ها میگذره بالاخره چی پیش میاد و چی میشه به نظره این شبم تین حرفاست که نیش زدنت میگذره درداتو که بیشترنه بیا زل بزمه چی میبینی تو نگاه مرچی اخم و تخمه میخوام خارشو بگم آره داشتیدی اگه کسی زد و رقصیدی ترسیدی نتونستی بگی نه و بخشیدی سوا ترسیدی بگی نه چی؟ ترسیدی بگی نه و بخشیدی اگه کسی زد و رقصیدی ترسیدی نتونستی بگی نه و بخشیدی سوارته بگی یه درس تجدیدی اینجا هیشگی به هیشگی رحم نمی کنی که هیچ میزنن ترک زمین بکنی سه هیچ چمینه کارشون نمیشه آه ترک زمین بکنی میزنی سه هیچ توی فوتبال اگر رقیب مقابل زمین رو ترک کنه یعنی نیاد بازی سه هیچ میبازه هم اون هم مثلا به چیز هم فکر میکنم یه ایهامی نداشت چی؟ زمین رو ترک میکنی همون مرگ و فلان اینا مرگ؟ آها کنه که هیچ میزنن ترک زمین بکنی سه هیچ چمینن کارشون نمیشه کرد که اینا نمک زخمن که بگیره درده چیزی یادشون نده که بال تو میچینن با تو اوج میگیرن و بی تو خوابشو میدیدن نشون میدن که ببینی با تو اوج میگیرن و بی تو خوابشو میدیدن بال تو میچینن با تو اوج میگیرن و بی تو خوابشو میدیدن نشون میدن که ببینی خوب حالم بگو تاریکش کنن که من نور ماهم پل میدن خودم و تا رو براشن تو خود خود آجم بیان سوژه ماشن ناره بگو بیان سوژه ماشن بگو بیان سوژه میکس و مسترش عالیه خیلی خوب بود و کار انگیزشی هم بود خیلی قشنگ بود ترک قبلیش هم انگیزشی بود آره این کارشو خیلی دوست داشتم آره خیلی قشنگ بود کار خوبی بود اینم از این مرسی با هم بودید لینک های مانتونی توی دیسکریپشن هست اینم پیج های اینستاگرامشه مرسی با هم بودید دوستتون داریم ساس بزنیم بهتون لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره بریم واسه یه سیکو کردن بدروم تو زنگوله رو مردگوله کن که کامنت اول چی؟ کامنت های اول پین میشه و این صحبت ها